سلام در یک کلام میگم که نباید با همسرتون همکار بشید شریک بشید کسب و کار را بندازید یا هر چیزی اگر نمیپذیرید اگر هنوز کنج ذهنتون فکر میکنید که بهترین راه حل اینه که عاشقانگی ها رو در کسب و کارتون هم دوام بدید و ادامه بدید با این ویدیو همراه باشید تا بهتون بگم که چرا نباید با همسرتون همکار بشید وقت همگی به خیر دوستان خوب همراهان گرامی امیدوارم حالتون خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر هست و چقدر خوشحال هستم که باز هم در قالب یک ویدیو جدید در این کانال کنار هم دیگر هستیم در این ویدیو میخوام بگم که چرا نباید با همسرتون همکار بشید و چرا فقط باید عاشقانگی ها رو و روابط زناشویی رو در منزل حفظ بکنید و وارد محیط کار نکنید قبل از اینکه بریم در مورد این چرایی صحبت بکنیم اگر صاحب کسب و کار هستید یا به موضوعات کسب و کار علاقه دارید الان بهترین فرصت هست که کانال رو سابسکرایب بکنید کنارش دکمه زنگوله هم بزنید تا وقتی من ویدیویی منتشر میکنم یوتیوب به شما اطلاع بده خب لب کلامی که نباید با همسرتون همکار بشید چرا؟ بنا به هزار و یک دلیلی که من چند دلیلش رو در همین ویدیو خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی میخوام در ابتدای اینو هم بگم که آدمی نیستم که از خارج قد بشینم و بگم لنگش کن. میگن به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان رو. من به عنوان یک مشاور این ویدیو رو تقدیمتون میکنم که از نزدیک با دردسرهای همکاری همسران آشنا هستم. و مهمتر از اون به عنوان کسی دارم الان در حضور شما صحبت میکنم که برای مدت کوتاهی در اوایل زندگی یک کسب و کاری رو با همسرم راه اندازی کرد خب اوضا خوب پیش نرفت در یک کلام اوزا خوب پیش نرفت و کار به جایی رسید که ما تصمیم گرفتیم که دیگه شراکتمون و همکاریمون رو کنار بگذاریم و زندگی زناشوییمون رو ادامه بدیم الان از اون سالها شاید حدود نه سال میگذره ده سال میگذره و من خیلی خوشحال هستم که ما اون تصمیم رو گرفتیم که اگر اون تصمیم رو نمیگرفتیم حتی ممکن بود که رابطه عاطفیمون دچار مشکل بشه و زندگیمون از هم بپاشه و امروزی هم که من در خدمت شما دارم این ویدیو رو ضبط میکنم بسیار ممنون هستم از همسرم که از دور از کنار نهایت حمایت رو از من کرده و میگم پشت هر مرد موفق یک زن فداکار و یک زن خوب وجود داره واقعا من این رو به تجربه دیدم ولی خب تجربه خوبی نبود همکاری با همسرم حالا بیایم دلایل رو با هم بررسی بکنیم شاید شما هم قانع بشید اولا بگم که دوستان من در طول سالهایی که نمونه های بسیاری دیدم از همکاری و شراکت همسران شاید بتونم بهتون بگم که نمونه های موفق بیشتر از انگشتان یک دست من نبود که من معتقدم اونها هم در ظاهر موفق هستند بنا به دلایلی که در این ویدیو مطرح خواهم کرد اعتقاد من بر این هست که اونها هم در ظاهر موفق هستند در اصل خیلی نمیشه در این حوزه موفق بود در کنار این تعداد اندک نمونه های موفق کلی نمونه من دیدم که از اینجا رانده و از آنجا مانده شدن دوستان و نه تونستن زندگی زناشویی خوبی داشته باشن و نه کسب و کار موفق مسئله برمیگرده به ویژگی های ذهن و روح انسان دوستان ببینید شما وقتی که زیر یک سقف زندگی می کنید و شب رو به روز می رسونید و روز با هم دیگه از در خونه میایید بیرون و میرید دنبال کسب و کار مشترکتون و دوباره شب برمیگردید خونه عملا انگار کل زمان رو کنار هم هستید. اگر الان در روزهای آغازین زندگی مشترک هستید کل روز رو کنار هم سپری کردن برای شما یک ارزش هست شما لذت میبرید دوستش دارید ولی بعد از یه مدتی به یک ضد ارزش تبدیل خواهد شد چرا چون یه جاهایی یه فراغی هم لازم هست برای اینکه اون وسال شیرین باشه و لذت بخش باشه شما این فرصت رو از زندگیتون میگیرید هر لحظه کنار هم دیگر هستید و دیگه اون دلتنگی وجود نداره دیگه اون لحظه شماری برای ورود به خونه وجود نداره حالا خود این کنار هم بودنه هم از جنس کسب و کار هست از جنس کلی چالش هست از جنس کلی دردسر هست یعنی نه تنها شما اون حس حال دوری و دلتنگی رو دارید از بین میبرید بلکه این حس و حال دوری و دلتنگی رو دارید با یک عامل به درد نخور و یک عامل تنشزا دارید از بین میبرید نکته بعدی این هست که شما وقتی با همسرتون کار میکنید بالا برید پایین بیایید یک نفر میشه مدیر طرف دیگر نفر دیگر میشه کارمند هر چقدر هم بگید که نه اینجوری نیست ما تقسیم وظایف میکنیم و چه میدونم دستبندی بندی می میکنیم جایگاه ها رو مشخص میکنیم بالاخره یه جایی یکی از این دو نفر بالاتر میره این خاصیت کسب و کار هست اگر در کل شاکله کسب و کار هم این اتفاق نیفته بالاخره در یک سری موضوعات یکی از دو نفر بالاتر قرار میگیره اونجا هست که منبع اختلاف میشه شما الان به عنوان مدیر دارید خطاب به کسی حرف میزنید که شریک زندگیتون هست و قرار هست مثلا از ساعت 6 به بعد هفت به بعد هشت به بعد دوشا دوش این آدم زندگی بسازید حالا اون زندگی میاد قاطی کسب و کار میشه و شما نمیتونید قاطعانه تصمیم بگیرید نمیتونید قاطعانه حرف بزنید از ساعت 6 و 7 و 8 به بعد هم کسب و کار قاطی زندگی میشه و شما نمیتونید عاشقانه زندگی بکنید چون همیشه یه سری کاستی هایی وجود داره همیشه یه سری دردسرهایی وجود داره همیشه یه سری نارضایتی وجود داره اگر شما با همسرتون کار بکنید نه روی کاغذ به صورت رسمی و نه به صورت غیر رسمی شما نمیتونید روی این آدم مدیریت داشته باشید چون اختلاف به وجود میاد یا احساسات قاطی کار میشه کار رو خراب میکنه یا بعد از ساعت کاری کار قاطی زندگی احساسی میشه و زندگی احساسی رو خراب میکنه نکته مهم دیگر هم این هست دوستان بیایید همه تعارف ها رو کنار بگذاریم چه بانوی محترمی باشید که الان دارید این ویدیو رو میبینید چه یک آقای متحل باشید چه آقای یا خانمی باشید که در حال ورود به زندگی متحلی هستید باید بپذیریم که حسازدت زنانه یک بحث مهم در زندگی زناشویی هست تا یه جایی شیرین هست تا یه جایی خوب هست خب این رو مردها هم نسبت به خانم ها دارن در محیط کسب و کار این حسادت زنانه به شدت تحت شعار قرار میگیره شما حتی اگر آدمی باشید که مبادی آداب رفتار بکنید محدودیت ها رو به شدت با دقت تمام رعایت بکنید و آدمی باشید که کار در اولویت اول آخرتون باشه باز بالاخره با بانوانی که با شما کار میکنن یک سلام و احوال پرسی خواهید داشت یک جلسه کاری خواهید داشت یه نشست و برخواستی خواهید داشت اینجا است که ممکنه حسادت زنانه ی همسرتون گل بکنه و کار دستتون در بیشتر موارد آسیب ها از همین جا شروع شدن و به جاهای بسیار باریک کشیدن و در جایی که شما نمیتونید یک مرز مشخصی بکشید بین زندگی کاری و زندگی غیرکاریتون یعنی اینکه در حال آسیب دیدن هستید یعنی اینکه در حال ضرر کردن هستید یعنی اینکه در حال از دست دادن فرصت ها هستید برای همین هم هست که من ازتون میخوام که اگر تصمیم داشتید که در آینده نزدیک وارد رابطه کاری مشترک با همسرتون بشید این ویدیو رو حتما بدید همسرتون هم ببینن و بدانید که چنین دردسرهایی وجود داره حالا شما شاید دوست داشته باشید برید تو دل کار چیش ماه بعد یک سال بعد به این نتایج برسید ولی من به عنوان یک متخصص این حوزه میگم که این دردسرها پیش روی شما هست و مراقبش باشی. ممنون با من همراه بودید در این ویدیو اگر در مرحله راه کسب و کار هستید حتما توصیه می کنم ویدیوی پنج چیز مهمتر از سرمایه که برای راه کسب و کار نیاز دارید رو بلافاصله بعد از این ویدیو ببینید اگر هم کانال رو سابسکرایب نکردید الان بهترین فرصت هست دکمه سابسکرایب دکمه زنگ تا یک سلام دیگر در پناه حق خدا حافظ